حالتون خوبه؟ جلسه قبل یه عذرخواهی بهتون بده کارم، اینترنت هی قطع و وصل میشه، درست اینا؟ خیلی بد بود. من هم اینترنت هم خیلی ضعیف بود. برای همین مطالب رو یه مرور میکنیم که هیچی یادمون نره. رسیده بودیم اتم و عدد اتمی و عدد جرمی اینا، درسته؟ خب یه فیلم هم میخواستیم بذاریم، نمیدونم نشون. فیلم هم تونستیم ببینیم؟ عنصرها رو که حفظیم دیگه ایشالله. تو کدوم ها رو حفظی؟ نه اینا رو حفظی الان؟ کدوم هاش حفظی؟ پایین میشد جرم، بالا میشد. آها اینجوری میگی؟ بله اینا رو باید حفظ کنی ها، باشه؟ خانم اگه بلدی دست چیدا دونه دونه برم تو پایش میشد عدد جبالی اتمی. بله اتمی بالاش هم میشه عدد جبالی. بله اصلا گفته بودیم بنویسی ما نوشتیم. کار خوبی کردی. چی گفته بودم بنویسید؟ گفته بودیم عدد اتمی جرمی مثال بزنی؟ بله. آفرین. خب خانم بروسان، خانم زارعی، علی رضا جان، بله شما هر کدومتون میخواییم بسشین، میخوام بر من حرف بزنید. بله مرسی. خب آماده ای؟ رضا جان خانوم به من بگو کدومشو میخوای بگی اول، انتخاب کن. یعنی اسمشون رو بگم الان؟ یا اسمشو بگو، انتخاب کن، بگو مثلا حروف انگلیسی این، نام عنصر فلان، هرچی دوست داشتی. مثلا حروف انگلیسی H-Hydrogen. بله. عدد اتمی. عدد اتمی رو یادم نمیاد. اینجا. یادم نمیاد، قاطیشم کردم. خب، پس من می‌نویسم. این عدد اتمی. بله. این عدد جرمیه. درست شد؟ بله. خب، خانم مرسن، پروتوناش چند تاست؟ کجایی؟ من اینجا هستم. هستی؟ خب بله. صدا بلنده اون وقت. پروتون چند تاست؟ پروتون باید بلند بگی، من نمیشنوم. یه آها خب تو چی میگی؟ پروتون چند تاست؟ پنج. از کجا بردی؟ خیلی خب، نه مثل اینکه جلسه قبل خوب نفهمیدین، اشکال نداره، من پاک میکنم. بچه پاک میکنم. سید اون صدای اون رو یکم باید کم کنی، بلنگوشو. نه خیر، نمیخواد دیگه بگی. خب خانوما، جلسه قبل گفتم که ببخشید یه پروتون داره؟ جانم یه پروتون داره؟ بله بله. عدد اتمی مشخص کننده نوع اتمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم عنصری با عدد اتمی یک یعنی هیدروژن. عدد اتمی رو هم پایین می‌نویسن چپ. این چیه؟ این نماد شیمیاییه. نماد شیمیایی کیه؟ هیدروژن. پس وقتی گفتم یک یعنی هیدروژن، وقتی میگم دو یعنی هلیوم. عدد اتمی دو یعنی هلیوم. سه لیتیوم، چهار برلیوم، پنج بور، شیش کربن، هفت نیتروژن، هشت اکسیژن، نه فلور، ده نئون. این ده تا رو یاد بگیرید حتما. قول میدین؟ قول؟ همه قول دادن؟ آره مریم خانم، دوباره دارم میگم، از اول دارم میگم مثلا. پس بچه لطفاً این ده تا رو حفظ کنید. یعنی مثلا جلسه من گفتم هفت چیه؟ همه تون بگید نیتروژن. باشه؟ مهمه ها؟ خب این سیم رو رد کنم. پس چیز عدد اتمی؟ عدد اتمی برابر با تعداد پروتون هایی که درون هسته است. پس عدد اتمی هر چی باشه پروتون همونه.
یعنی وقتی میگیم عدد اتمی هیدروژن یک، یعنی تعداد پروتون های توی هسته اتم هیدروژن یک عدده. یک. تعداد پروتون های هلیوم چند تاست؟ تو بگو. پروتون های هلیوم چند تاست؟ ای بابا این چنده؟ دو. دو مگه عدد اتمی نیست؟ عدد اتمی مگه پروتون نیست؟ پس چند میشه؟ دو. آها. پس این بری می نویسم. یعنی اگر من مثلا عنصر سوم رو می نوشتم، یعنی لیتیوم، پروتون چنده؟ آفرین. تا اینجا فهمیدید؟ اگه فهمیدید بنویسید بله. دیگه خانم بروسا، علیرضا هم همینطور. علیرضا جان شما متوجه شدی؟ راجان خانم اگه بله بله مرسی. استاد سلام. سلام علیرضا جان. سلام استاد، ما اینا رو تازه اومدیم، هیچ متوجه نشدیم. از اول اول دارم میگم علیرضا جان، از اول اول دارم میگم. یه بار دیگه بعد بالا چی نوشتین؟ عدد اتمی. نه میدونم الان باز میگم، الان میگم، الان میگم. ممنونم. عدد اتمی مشخص کننده نوع اتمه. یعنی وقتی بگم عدد اتمی یه عنصری یکه، یعنی اون عنصر هیدروژنه. اگر گفتم عدد اتمی دوه یعنی هلیومه. اگر گفتم سه یعنی لیتیومه. عدد اتمی رو سمت چپ پایین می نویسم. سمت چپ پایین. عدد اتمی هر عنصر که مشخص کننده نوع اتمش هم هست، تعداد پروتون‌های توی هسته اون عنصر رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اگه عدد اتمی هیدروژن یکه، پس پروتوناش هم یک. کلن یک. مال هیدروژن. پس اگر من مثلا اورانیوم می نوشتم 92. آفرین. اورانیوم تو هستش 92 تا پروتون داره. این نکته اول. اوکی؟ بریم نکته دوم. بعضی از دانشمندان مثل تامسون ثابت کردن که اتم در حالت عادی خنثاست. خنثا یعنی چی؟ یعنی بارهای منفی و مثبتشون برابره. ما هفته قبل بهتون گفتیم اتم سه تا ذره داره، الکترون با بار منفی، پروتون با بار مثبت و نوترون بدون بار الکتریکی. این سه تا ذره تو هسته اتم، تو اتمه بخش، تو اتمه. نوترون بار نداره، برای همین دایره میکشن. بعضی گفتم هیچ چی نمیذاره. درست شد؟ این قبلا خوندی. تامسون اولین بار اومد گفت اتم بارهای مثبت و منفیش برابرن. رادرفورد گفت پروتون هاش با الکترون هاش برابره. یعنی هر چند تا پروتون بود همون قدم الکترون. اینو رادرفورد گفت. بعد از اونم همه قبول کردن. خب جمله رو تو ذهنتون داشته باشید. اتم خنثاست، پروتون الکترون مساویه. الان شما به من بگو که هیدروژن چند تا الکترون داره؟ آفرین. خانم بروسان، هلیوم چند تا الکترون داره؟ یا تایپ کن یا بگو. خانم بروسان هستی؟ روژان خانم اینترنت؟ روژان این چیه؟ هرچی پروتون داشت الکترون همون. تو زن فکرت مشغوله؟ امتحان داری فردا؟ پس حواست به من بده، تمرکز کن، تمرکز کن. دانشمندا گفتن پروتون ها و الکترون ها تعدادشون برابره. خب تو همه اتم ها، یعنی تو هر اتم، تو هر اتم ها تعداد الکترونش برابر پروتونشه. هیدروژن یه پروتون داشت، یه دونه الکترون. حالا خودت میگی ها وصلم میشی. پروتون تو هلیوم، پروتون دو تاست، الکترون چند تاست؟ یا تایپ کن یا وصل. الکترون هم دو تا میشه. آفرین. این یادت نره.
باشه؟ مریم خانم شما به من بگو. الان لیتیوم 3 تا پروتون داره. عدد اتمی 3. چند تا الکترون داره؟ 3 تا الکترون. آفرین. علیرضا شما به من بگو. اورانیوم 92 تا پروتون داشت. چند تا الکترون داره اورانیوم؟ علیرضا 92 تا. آفرین. پس یادتون باشه که تعداد الکترون و پروتون برابره در حالت عادی. یاد گرفتین یا؟ همه یاد گرفتین؟ بله بنویسید. آفرین مریم خانم. مرسی رو جان خانم. علیرضا جان شما چی؟ آنقدر شد علیرضا. خب بریم قسمت بعدی. عادی. حالا غیر عادی شد هشتم میخونید. نکته بعدی. کنار این نمادهای شیمی من اضافه ها رو پاک کنم. بگیرین. من چرا امروز این دورم میچرخه؟ نه کوتاهش نکن. مشکل از منه. ببخشید. آره کوتاهش. عکس گرفتی بچه ها؟ تو با من داری عکس میگیری؟ آها آها شکم من نیفته؟ خوبه اگر مفته شکمش سانسور کن یا یه جوری نشون بده من خوشه کلم. خب نکته دوم بگم یه عددی رو این بالا می نویسن سمت چپ این عدده بالا سمت چپ می نویسن به این عدد میگن عدد بگو جرمی آفرین عدد جرمی پس این عدد جرمیه رنگش رو عوض کنم عدد اتمی بله عدد جرمی حالا عدد جرمی چیه؟ عدد جرمی بچه ها هر چیزی که هر چی تو هسته است هر چی که تو هسته دیدی میشه عدد جرمی هر چند تا ذره تو اتم بود و بهش تو هسته بود بشمر میشه عدد جرمی یعنی عدد جرمی میشه مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هایی که در هسته هستن پس تعداد پروتون ها و نوترون هایی که توی هسته اتم هستن میشه عدد جرمی عدد جرمی میشه سنگینی اتم میدونم چی میخوای سوال کنی عدد جرمی میشه سنگینی اتم الان ممکنه بعضیاتون بگی آقا پس الکترون رو چرا حساب نکردی الکترون که تو هسته نیست یعنی تو سنگینی اتم نقش نداره نه الکترون انقدر ریزه انقدر جرمش کمه که اصلا تو سنگینی اتم حساب نمیکنه این اول ما رادرفورد گفت بیشتر سنگینی اتم تو هسته است و الان قبول دارم چون الکترون جرم نداره جرم داره خیلی کم مثلا میری میوه میخری 2 کیلو و 1 گرم اون 1 گرمشو میگی 2 کیلو یه همچین تفاوتی بین هسته اتم و الکترون ها هستش بریم جلوتر بچه ها شما چی؟ پس عدد جرمی ها رو داریم عدد جرمی فرمول داره هم انگلیسی میتونیم بنویسیم هم فارسی عدد جرمی مساوی است با تعداد پروتون یعنی عدد اتمی به علاوه تعداد نوترون انگلیسیش میشه A برای عدد جرمی Z برای تعداد پروتون یا عدد اتمی N هم که برای تعداد نوترون این فرمول انگلیسیشه هر وقت مسئله به شما عدد اتمی عدد جرمی رو داد بعد گفتش که نوتروناشو به دست بیارید اینو از این کم کنید به همین راحتی عدد اتمی از عدد جرمی کم کن
من یه مثال میزنم، بقیهش شما بگید. مثالمو اینجا میزنم. اورانیوم عدد اتمیش 92، عدد جرمیش 238. چه عدد سختی بسازدم، ولش کن از آسان‌تر بگم. این خود جمع و تفریقش براتون سخته. سدیم عدد اتمیش 11، عدد جرمیش 23. 11 23. کم کردی 11 شد؟ 23 یا؟ خب حالا اینو میگن آقا پروتون چند تاست؟ میگی این 11، پروتون 11. الکترون چند تاست؟ پروتون با الکترون برابره، پس 11. آقا نوترون چند تاست؟ گفتم که اینو از این چیکار کن؟ کم کن. یعنی 23 منهای 11 میشه 12. پس میشه 12 تا نوترون. حالا اینجا نیا کن. عدد 23 مساوی است با عدد اتمی رو داده 11. حالا نیتروژن چجوری به دست میاد؟ یه معادله است دیگه، اینکه اینو از این کم کنیم به دست میاد. چه عددی با 11 جمع میشود؟ میشود 23. 12 جمع بشه. نمیخواد فرمولش؟ نمیخواد. فقط شما همین منحال کنید کافیه. متوجه شدین دخترها؟ علی رضا متوجه شدی؟ علی رضا جان بگو. استاد سلام. 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 استاد میگم ما از اونجایی که گفتیم الکترون بارش منفی و پروتون بارش مثبته و گفتیم با هم برابرن، صدامون قطع شد. میشه دوباره توضیح بدیم؟ خب از اینجا بعد میگم. از اینجا بعد میگم. بچه‌ها شمایی که متوجه شدید، نوترون هلیوم و هیدروژن و لیتیوم به دست بیارید تا هم برای علی رضا توضیح بدید. علی رضا تو گوش بده. چون سفر به دست ما صدامو قطع میکنم که آره نسی و اینه. عریضا اتم در حالت عادی خنثاست، یعنی تعداد پروتون ها و الکترون هاش برابره. یعنی وقتی من میگم آقا پروتون های هیدروژن یکیه، الکترون هاش هم یکیه. مثلا میگم لیتیوم پروتون هاش 3، الکترون هاش هم 3. هلیوم میگم عدد اتمیش 2، پس پروتون هاش 2، الکترون هاش هم 2. این قانونه چون خنثاست اتم. نکته دوباره من بهش میگم فیلم ببینه شما مطلب جدیدو بفهمید. باش علیرضا پس فیلم ببین. خب مریم خانم، روجان خانم، کدومتون واسه میشین؟ یکیتون واسه شه. خانم زارعی اول شما واسه شید، بعدش خانم. اول خانم زارعی واسه شه، بعدش هم سینا. خانم زارعی واسه شدی؟ مریم نهیم خانوم؟ پس روجان خانوم واسه چه که سریع تر واسه میشه؟ روجان خانوم به من بگو بگیرم هلیوم نوترون هاش چند تاست؟ هلیوم؟ نوترون هلیوم؟ بله؟ بله چشم، الان بهتون میگم، فقط یه لحظه من یه ذره فکر کنم. هلیوم نوترون 4 تا داره فکر کنم، درسته؟ این چیه؟ او عدد جرمیش که چیزه؟ عدد جرمیش 4. نوترون چنده؟ نوترون باشه خانم نگاه کن اینجا رو. 2. آره 2 درسته. ولی اینجا نگاه کن، درست گفتی. ولی اینجا رو هم نگاه کن. نگاه کن. عدد جرمیش مگه 4 نبود؟ عدد اتمیش مگه 2 نیست؟ بله. 2 به علاوه چه عددی میشه؟ 4. به 2. پس این 2. یعنی چی کار کردم؟ 2 رو منهای 4 کردم. 2 رو از 4 بله. کم کردم شد 2. تعداد نوترونش بله. میشه 2. متوجه شدی؟ بله. اینو بله. میگی؟ سری؟ نوترونشو بگو. بله. نوترون که شد 2 درسته؟ نه این لیتیوم. عمر هلیوم بود. آها. لیتیوم 7 3. بله نوترون لیتیوم اگه عدد جرمیش 7 میایم 7 رو با عدد اتمیش که
فکر کنم عدد اتمی 3 بود رو 7 منهای 3 میکنیم، پس پاسخش میشه 4 و میشه لیتیوم، نوترون لیتیوم. بله مرسی. سینا هیدروژن رو بگو ببینم. استاد یک عدد جرمیش یک، اتمیش هم یک، اصلا کم کردن میشه 0. بچه نیتروژن نداره. هیدروژن، هیدروژن تنها عنصریه که به نیتروژن، بگم نیتروژن، به نوترون نیاز نداره. هیدروژن نوترون نداره، 0. چجوری 0 شد؟ این از این کم کردم. عدد اتمیش یکی، این پروتوناش یکیه. یعنی تو هستش پروتون داره. نوترون هم که نداره. ما هم که گفتیم از جرمی هر چی که تو هسته است. فقط یه دونه پروتون تو هسته است، باز میشه اون یک. یعنی هسته هلیوم میخوام بکشم اینجوری رو میکشیدم. این میشه هسته هلیوم. این هم الکترونهاش. دو تا الکترون، دو تا پروتون، دو تا نوترون. اینا. لیتیوم باید اینجوری میکشیدم. سه تا پروتون. حالا اینا نوترون. چهار تا نوترون. سه تا پروتون. سه تا الکترون. اینجوری میشد. مریم خانم بس شو. مریم خانم صدا تو بس کن. مریم خانم چی نمیشه؟ الان استاد. آها نمیتونی صحبت کنی مریم خانم، باشه میخوای؟ استاد اومدیم خونه اون تو چیز بودیم، ماشین بودیم، حالا برگشتیم. الان میتونی دیگه صحبت کنی؟ عدد جرمی رو فهمیدی؟ خب یه عکس بگیر، میخوام پاک کنم ازت سوال کنم، تو باش عکسو بگیر. آفرین، عکس گرفتیم بچه ها، پاک میکنم تا سوال کنم. ببخشید استاد، این همش میکروفونم قطع میشه. الان وصلی؟ صفحش میشه. الان وصلی؟ خوبی؟ میتونی بگی؟ بله. الان یه عنصر مینویسم، مثلا نیتروژن. 7-15. پروتونش چند تاست؟ پروتونش 7 تا. آفرین. الکترون چند تا؟ الکترونش استاد بخشید ما قاطی کرد. مریم اتم خونسا. بله. پروتون با الکترون برابره، همون 7 میشه. بله. آفرین. خب این عدد اتمی بود، بالای عدد جرمی بود، درسته؟ الان تعداد نوترونش چند میشه؟ 8. آفرین. اینو از این کم میکنی میشه 8 تا. مرسی مریم خانم. همینجوری راحت حل میشه. فقط تمرین کنید. الان یکی دیگه تمرین میکنیم. فرمولا هم که 10 تا شفت کنید. یه تمرین میکنیم با سینا. سینا اف. اسمش فلوره بچه ها. 9-19. پروتونشو بگو سینا. 9 تا الکترون. بچه ها چون اتم خونساز، الکترون و پروتون برابره. پروتون هم که همون عدد اتمی بود. این هم که عدد جرمیه. نوترون چند تا؟ آفرین. 10 میشه 10 تا. 19 منهای 9. یعنی عدد اتمی از عدد جرمی کم کردیم. مشکل حل شد؟ یکی دیگه هم روژان خانم بره. روژان خانم بس شد. مثلا برلیوم 4-9. روژان خانم پروتون چند تا؟ بله الان 4-9 یعنی 4 عدد اتمی میشه. بله. و 9 هم عدد جرمیه. آفرین. بله. پروتونشو که بخوایم به دست بیاریم
ببخشید من موقعی که داشتید پروتون رو توضیح میدادید من اتصالم قطع شد. عدد اتمی؟ بله. همون پروتون هست. بله. پس یعنی پروتونش میشه 4 بعد الکترون چند؟ الکترونش هم احتمالا دوباره میشه 4 چون خونساز اینا باید با هم برابر باشه. نوترون چند؟ بله. نوترونش هم که یه فرمول گرفتیم گفتیم 4 by 9 یعنی 9 - 4 میشه 5 پس یعنی نوترونش هم 5. آفرین. حل شد؟ بله. تمرین کنید خود تو خونه حتما. بله. و ایشالله اینا رو دیگه تو ذهنتون همیشه بمونه. بله. خب بریم نکته بعدی. موافقین؟ همه موافقید؟ پاک کنم؟ بله. یا عکس میخوایم بگیریم؟ بلدین دیگه؟ بله. پاک میکنم. سینا بلده؟ شما بلدین حتما. بلدین. مطمئن. خب. ماده 3 حالت داره. حالت‌های ماده کی میتونه بگه؟ 1 مایع جامد گاز. آفرین. همتون درست گفتید. جامد مایع گاز. آفرین. مال ابتداییه. ولی امسال به درتون می‌خوره تو فصل 3. فرقشون چیه؟ مایع جامد مایع گاز. تو مولکول‌ها و ذراتشونه دیگه. اینا ذراتشون به هم نزدیکه، ربایششون زیاد، فاصله ذرات کم، برای همین جامدات شکلشون ثابته، حجمشون هم معینه. پس ربایش ذرات خیلی زیاده، شدید هم دیگر رو جذب میکنن. مثل آهن ربا. یه چی تو مایا کنار همن، بعد فاصله شون هم کمه، شکلشون ثابت، حجمشون هم که معینه جامدات. مایات فاصله شون از جامد بیشتره ولی ربایش کمتره، کمتر از جامده. روی همین حساب که فاصله داره میتونن اتماش رو هم سر بخورن. چون اتما رو هم سر میخورن یعنی جا به جا میشن، حجمشون معین هست اما شکل ظرف رو میگیرن، یعنی شکل ثابت ندارند. چون رو هم سر میخورن تو آفرین تو هر ظرفی بریزی شکل اون ظرف رو پیدا میکنه. علیزه جان مطلب جدید شروع کردم، اون مطلب قبلی رو از توی آپارات نگاه کن، اگه باز متوجه نشدی از من بپرس. ولی الان مطلب جدیده، در حالتهای ماده است. جامد و مایع گاز داریم فرقاشونو میگیم. فرق مهمشون تو همون ذراتی که اونا رو تشکیل میده. ذرات جامد خیلی به هم نزدیکن. ربایششون خیلی زیاده. به خاطر همین شکل و حجمشون ثابت و معینه. ولی مایعات چون یه ذره فاصله دارن، رو هم سر میخورن. برای همین شکلشون تغییر میکنه. اما حجمشون تغییر نمیکنه چون ربایش بد نیست. ولی گازها فاصله مولکولاشون خیلی زیاد، یعنی فاصله خیلی کم، ببخشید خیلی زیاد نازد اون کمه، ربایش بین ذراتش خیلی کمه. انقدر این فاصله زیاده که اصلا شکل ثابت که نداره هیچ، اینقدر ربایش کمه که حجمش هم معین نیست. پس شکل ثابت نداره، حجم معین هم نداره. جامد مایع گاز رو اصلا کم میشن دیگه، برعکس هم دیگه. آره این از بالا بیای پایین فرق میکنه، تعریف. خب بچه یه چیز دیگه، جامد و مایع و گاز که همچین ویژگی دارن بر اثر گرمای بلایی سرشون میاد. چی؟ نه بچه، جامد و مایع و گاز وقتی گرم کنیم چی میشن؟ نه
شکل مثلا شما چی میگید؟ چی نوشته؟ استاد ببخشید. جانم. جانم. استاد می‌خواستیم بگیم ما هی می‌کردیم و اینا گفتیم می‌خوایم نوترون رو به دست بیاریم. تو بی نو. علیرضا جان ببین چون بقیه دوستات بله بله تو کلاسن علیرضا حتما فیلمو من لینکشو برات میفرستم حتما جا ببین فیلمو جاهایی که مشکل داشت دوباره بیا سرکلاس از آقای نوید باشه باشه فقط یه بار دیگه هم بگم فقط یه بار دیگه بگم خب نه می‌خواستم بگم 5 همیشه ثابته تو نه نه اصلا ثابت نیست تو عدد چرا 9 منهای 5 گذاشته بودی بگو عدد اتمی رو از عدد جمعی کم میکنی اینجوری بگو عدد اتمی هر چی بود به. عدد اتمی هر چی بود از عدد جمعی هر چی هست کم کن عدد جمعی هر چی هست کم کن نوترون هست ممنونه حالا متوجه شده خیلی خب خانم یا مریم خب مریم بس کن مریم بس کن میتونی حرف بزنی خانم بله. بوستان تا بگو بله. هر رب بله. بدیم چی میشن چی؟ آن خانم بروسان بگم خانم بروسان بگو بله اگه حرارت بدی مایع جامد گاز رو چی میشن؟ چی میشن آره؟ بله اگر مایع رو حرارت بدیم میشه گفت یعنی تراکم یا ربایش مولکول ها بیشتر میشه یعنی به هم نزدیکتر میشن چون درجه هوا رفته بالا و تبخیر میشن اگه مایع رو حرارت بدی اولش رو برعکس گفتی اولی رو بله بله اگر حرارت میدی زیاد میشه فاصله جنبش زیاد بله میشه زیاد میشن. بله زیاد میشن و تبخیر میشن اگر گاز رو بله مرسی مریم خانم بس کن خامزاره شما چی میگی؟ حرارت بدیم چی میشه؟ استاد ما برای این میگیم که حالا وقتی ما یعنی اونا رو به جوشونی ببخشید حرارت بدیم مولکولاش جنبش پیدا میکنه بله دیگه چی؟ استاد از هم باز میشه آفرین آفرین علیرضا شما چی؟ علیرضا شما چی؟ استاد سلام سلام جامد و مایع و گاز اگه... که مولکولاش اینجوری گفتم اگه حرارت بدیم چی میشن؟ اگه به جامد حرارت بدیم مایع میشه برای همین فاصله شون زیاد میشه آفرین آبم آخه حرارت بدیم یا هر چیز مایع آتی و بخار میشه و فاصله شون بازم بیشتر میشه آفرین علیرضا خب حالا گوش بدید علیرضا قطع کن صدا تو چون صدا میپیچه مرسی اینو خوب عکس گرفتین عکس بگیم میخوام پاک کنم بدونه من گرفتیم من دستم هست بقیه هم نیست بگیرید پاک کردم من یه ماسک میزنم یه چیزی نشونتون بدم چون مجبورم بیا اینجا سینا فرض کنید من و سینا مولکولای یه ماده هستیم سلام بچه خوب هستیم سلام ذرات ماده ایم خب الان دست ما رو نگاه کنید به این میگن ربایش ربایشمون نگاه کنید زیاده فاصله مون کمه ما الان جامدیم درسته کروناست ولی مجبوریم نشونتون بدیم موقعی که جامدیم وقتی میخوایم حرکت کنیم نیا کنید کم حرکت میکنیم به اصطلاح میگن جامدات ذراتشون فقط میلرزند حالا اینجا چون ضبط میشه تو آپارات پخش میشه من نمیتونم براتون بلرزونم یعنی ما قدیم حالش کن پس جامدیم ربایش زیاد فاصله کم حرکت در حد لرزش حالا فاصله همون یه ذره بیشتر میشه ربایشمون کمتر میشه نیا کنید اینجوری شد ربایش کم شد اون موقع اینجوری بود حالا اینجوری شد ولی فاصله زیاد شد ما الان مایه ایم حالا وقتی که
دور از هم بشیم یا کنید ربایش خیلی کمه، فاصله که دیگه خیلی زیاده، ما گازیم. موقعی که مایعیم، موقعی که مایعیم میتونیم رو هم سر بخوریم، یا کنید دستمون یا کنید میتونه حرکت کنه. موقعی که گازیم راحت حرکت میکنیم، به راحتی. اصلا هم دوریم، اصلا اینقدر دوریم که شما نمیبینید ما رو تو مخالط گاز، چون حجممون اصلا معین نیست تو گاز، ولی تو مایعات حجممون معینه، تو جامدات معینه، دیده میشیم. تو گاز چون حجم معین نیست اصلا تو دوربین نیستیم. اوکی؟ تا اینجا فهمیدین؟ حالا اگه جامد رو گرم کنیم نگاه کنید چه بلایی میاد سرمون. الان ما جامدیم، داریم میلرزیم. حالا میام ما رو گرم میکنن. وقتی گرم میکنن بیشتر میلرزیم، بیشتر میلرزیم، به هم میخوریم، به هم میخوریم، اصلا فاصله پیدا میکنیم. میشیم مایع. دیدید چی شد؟ گرما جنبش رو زیاد کرد، فاصله رو زیاد کرد. ربایش رو کم. ما ذوب شدیم. حالا ما مایعیم. یعنی فرض کن یخ آب شد. ما مایعیم. حالا ما رو گرم کنن، جنبش زیاد میشه، انقدر زیاد میشه ما گاز میشیم. میشیم تبخیر، میشیم بخار، میشیم گاز. تبخیر شدیم. باز چی شد؟ حرارت جنبش مولکول‌ها رو زیاد کرد. حالا برعکس. بشین، مرسی عزیز. یه ذره الکل به دستمون تمیز کنی؟ داری؟ الان میارم. چون یه وقت دیدیم من کرونا داشتم، یه عریضه داشت، به هم دیگه منتقل نشه. خب علیرضا بس شو. خب علیرضا به من بگو که اگه سرد چند چی میشم؟ چی؟ اگه ماده رو اینا رو جامد مایع گاز رو سرد کنیم چی میشه؟ قشای عکس میشه، عکس میشه. یعنی چی میشه؟ توضیح بده برام همه. یعنی اگه به جای اینکه آب گرم بشه، آب سرد بشه، مثلا فاصله شون کم میشن، جنب و جوششون کمتر. آفرین. تر میشن. بعد تبدیل به چی میشه آب؟ جامد هم همین شکله. تبدیل میشه به جامد. مرسی. یعنی یخ میزنه. آب تبدیل به بله به جامد. مرسی علیرضا. خب بچه ها فهمیدید قضیه رو؟ فاصله مولکول ها بر اثر گرما چی میشه؟ جنبش زیاد میشه، فاصله زیاد میشه. اینو فهمیدید دیگه؟ تغییر حالت ایجاد میشه. قبل از تغییر حالت خوب گوش بدید. یعنی قبل از اینکه جامد مایع بشه، قبل از اینکه جامد مایع بشه، یعنی مثلا یخ آب بشه، جامد میخواد مایع بشه، اول بزرگ میشه، فاصله ذرات بیشتر میشه. هنوز خیلی بیشتر نشده که مایع بشه، مایع نشده هنوز، فقط بزرگ شده. میگیم حجمش زیاد شده، میگیم منبسط شده. یه کلمه جدید اومد، منبسط. یعنی انگار دیگه خوب آب کرده. هنوز نه، هنوز منظورم آب شدن نیست، جامده. یک آب هم اصلا نه، فقط همون جامده یک کوچولو بزرگتر شده. یعنی مثلا این اندازه ای بوده، این اندازه میشه، یک ذره بزرگتر میشه، ولی هنوز جامده. میگیم منبسط شده. یعنی چی؟ یعنی حجم افزایش پیدا میکنه. بچه ها افزایش حجم رو میگن منبسط. حسن آقا از دست تو بگو نفسش میگیره. چون؟ سیگار که یکی بگشه من نفسم میگیره. منبسط یعنی افزایش حجم. حالا وقتی سرد کنیم یه جسم رو، پس منبسط شدن بر اثر گرما بود. حالا اگه سردش کنیم کوچیک میشه، یعنی حجم کم میشه، میگیم منقبض یا انقباض. میگیم سرد شد، منقبض شد، کوچیک شد. شنیدین میگن قلب منقبض میشه؟ بچه نفس هم میگیره. نه اینجوری هم میشه کاهش حجم. میشه کاهش حجم، انقباض. پس وقتی میگیم انبساط و انقباض که بعضی ها زیاد به کار میبرن، شاید ما اصلا من چنین تو گوشم
مامان بابا ممکنه که نه حتما میدونم. میگم بر اثر انقباض انبساط یه چیزی شکست. میگه وقتی لیوان داغه نگیر زیر آب سرد. میترکه. چون موقعی که داغه باز شده. موقعی که سرده میخواد کوچیک بشه. این فشار میاد میشونتش. نازک میشه سرد شدنی. حالا شیشه خیلی نازک نمیشه. اجازه نازک شدن بهش نمیده. اگه نازک میشد خوب بود. چون اجازه نمیده میترکه. اگه نازک میشد پلاستیک میتونه. خب این قانونه. یه قانون میخوام براتون بنویسم شما هم یادداشت کنید. این پایین مینویسم با رنگ مشکی که ببینید. تقریبا همه مواد، این همه است، وقتی گرم میشوند منبسط منبسط و وقتی سرد می شوند منقبض، یعنی کاهش حجم، منقبض می شوند. به این میگن قانون یا اصل انقباض انبساط. این تعریفش. این تعریف به چه درد میخوره؟ کجای کتابه؟ تو کتابتون اینو ننوشته. ولی جاش یه سری ستون کشیده. شما جایزه بدید. نه. بعد یه آزمایش گذاشته. آزمایشه رو بگم. اینو نوشتین، عکس بگیرین یا بنویسید. میخوام پاک کنم. پاک کنم. یه چیزی تو کتابتون هست به نام تراکم پذیری. تراکم متراکم شدن، یعنی فشرده شدن. فشردگی رو میگن تراکم. نزدیک بودن فاصله ذرات میگن متراکمه، یعنی فشردن. پس وقتی فاصله زیاد باشه یعنی تراکم کمه. فاصله زیاده نمیستم تراکم کمه، قاطی میکنید. تراکم پذیری تعریفش اینه: مقدار یا میزان فشرده شدن یک ماده در از ذرات یک ماده. ذراتش هم بنویسم. یعنی ذرات ماده چقدر میتونه به هم نزدیک بشه، چقدر میتونیم فشردهش کنیم. ما این طرف ها سرنگ داریم. شاید میزان نزدیک شدن ذرات ماده به هم میگن تراکم پذیری. تو کتاب اومده گفته آقا جامد، مایع و گاز کدام تراکم پذیرترن؟ یعنی کدام رو میتونیم، خوب گوش بدین، تراکم پذیرتر. جامد خودش متراکم هست. منظور اینه کدوم یکی از اینا رو میتونیم با فشار دادن فاصله مولکولاشو کم کنیم. بنویسید. شما بنویسید بچه. آفرین. کدام یکی از اینا رو میتونیم با فشار دادن فاصله مولکولاشون رو کم کنیم؟ علیرضا فاصله مولکولاشو ما کم کنیم، خودش کم نباشه. ما کدام یکی از اینا میتونیم بیشتر کم کنیم؟ ناکه الان این جامد، این فاصله مولکولا، این مایع، این گاز، من با کدام یکی از اینا رو میتونم بیشتر کم کنم؟ مجنون خانم کدومو بیشتر میتونم کم کنم؟ یه بار دیگه بنویسید ببینم. کدام رو من بیشتر میتونم با فشار دادن کم کنم این فاصله رو؟ مریم خانم درست نوشتی. آفرین مریم خانم. یکی دیگه. تو هم درست گفتی. کی نوشتی؟ آفرین روژان خانم.
علیرضا این چی بس؟ سب کنم، سوال داری میدونم، سوال کن. این پس چی؟ ببین من وقتی که این ستا رو یکسان فشار بدم، خب مولکولای گاز بیشتر نزدیک میشه، این کمتر نزدیک میشه، این خیلی کم نزدیک میشه، پس این بیشتر نزدیک شد. میگیم تراکم پذیری گازها بیشتر است بقیه یه مواد. حالا علیرضا سوال کن. آره یواش میفهمم میگم. خواهش میکنم. آه متوجه شدی علیرضا؟ خیلی. یه آزمایش تو کتاب هست، سرنگ. اگه الان تو خونه سرنگ دارید برید یه سرنگ سوزن نداشته باشه، بدون سوزن. یه سرنگ اگه داشتید بردارید بیارید. سرنگ یه دهنه باریک داره، یه دهنه پهن. تو دهنه پهنش یه دونه پیستون داره، یه دست دست داره، اینجاش سیاهه که فشار میدید میتونه بره تو. موقعی که اینجا رو فشار میدید به سمت داخل، هوایی که تو سرنگ خارج میشه. آره دیگه هرچی توشه میاد بیرون. این سرنگتون رو نداشت. این سرنگ رو ابتدا بکشید پر از هوا بشه. خب الان دارید اصلا؟ ولی الان نمیدون. خیلی ولش کن، بعدا تو خونه انجامش بده. بعد که توش هوا هست فشار بده، خالی میشه. دوباره برش کردون. حالا این بار انگشتتو بذار اینجا، انگشتتو بذار روی سر سرنگ. بعد بعد فشار بده. وقتی فشار میدی تا اینجا میاد پیستون. سری قبل که انگشت نذاشته بودی تمام خالی میشد. حالا که انگشت گذاشتی سرنگ تا اینجا میاد. یعنی چی شده؟ یعنی مولکولای هوا رو فشرده کردی. مولکولهای هوا فشرده می شود. درسته؟ بعد که دستتو برداری پرتش میکنه عقب. انگشتو پرت میکنه عقب. یا این پیستونو پرت میکنه عقب. چرا؟ چون اینجا فشار زیاد شده، مولکولا هم فشرده شدن دیگه. یعنی فشار زیاد شده. درنچه به سرنگ فشار میاره پرتش میکنه عقب. بشه دیگه انگشتتون اینجا باشه. درست شد؟ آره دیگه، یعنی بارها ممکن این کار انجام دادید، حالا چراشو نمیدونستی یا فکر نکرده بودید. حالا سری دوم بچه ها پر از آبش کنید. دوباره انگشتتون رو بذارید اینجا، حالا فشار بدید. میبینید اصلا نمیشه فشار، انگشت اینجاست، اصلا نمیتونید حرکتش بدید چون شما نتونستید آب رو فشرده کنید. فوق فوقش یه ذره حرکت کنه، یه ذره، ولی هوا زیادتر حرکت کرد. پس معلوم میشه که مایه رو نتونستید فشرده کنید. یعنی تراکم پذیر مایه خیلی کمه. حالا حساب کن اگه یخ توش بود، یعنی میذاشتی یخ میزد، اصلا حرکت نمیکرد. چون ماها نمیتونیم این فاصله رو کم کنیم، به این راحتی نمیتونیم، کار ما نیست، ولی گاز رو تونستیم. پس با فشار دادن تونستیم فاصله مولکولای گازو کم کنیم. به این میگن تراکم پذیری، یعنی با فشار دادن فاصله مولکولها را کم کردن. اگه فهمیدید بنویسید بله. خب بله، من خواهم شما فهمیدی؟ بله اول مریم خانم نوشته؟ بله مریم خانم نوشته. خیلی خب مرسی. بریم مطلع بعد. میخوان عکس بگیرین؟ چیزی نداره ولی خب اگه خواستین. همون بالا چرا؟ اون بالا جمله بالایی مهمه. جمله بالایی رو بنویس دیگه. پاک کنم بچه ها؟ بله. نکته بعدی، یه ستونایی توی کتاب ساچنده؟ توی کتاب اومده معمولا نباید زنگ میزنه.
خب توی کتاب یه ستونایی هست، اگه کتاب دارید باز کنید اون ستونا رو بیارید. خواستم بیارم کتاب رو. دفعه قبلم گفتی بیارم، نه گفتی؟ تو بودی؟ آه یکی دیگه بود. من ستونش رو میکشم. اینجوری کشیده، ولی رنگی کشیده. اینجا گفته نیتروژن این اکسیژنه، یعنی گازه. گفته الکل آب، آلومینیوم، مس، آهن، بعدش هم کاوچو و پلاستیک و یه ماده دیگه شیشه فکر کنم، شیشه آره. اینا جامد نافلزی هن، اینا فلزن، اینا مایع، اونم گاز. بعد زیرش توضیح داده، گفته این مواد رو ما یکسان گرم میکنیم. یادتون هست گفتم که وقتی ماده رو گرم کنیم اول حجمش زیاد میشه آفرین. یادتونه؟ اول حجمش زیاد میشه. حالا میخواد اینجا اینو بگه که توی مواد وقتی همشون یکسان گرم شن کدوما بیشتر حجمشون زیاد میشه، به اصطلاح بیشتر منبسط میشن. نشیدم، بیار پایین بگیر. نه، بیشتر. شما چی نمیشتی؟ خب علیرضا دیگه. پس اینا رو یکسان گرم کنیم کدوماشون بیشتر منبسط میشن، یعنی حجم کدوما بیشتر میشه. مریم خانم رو جان ننوشتین هنوز؟ بچه‌ها بنویسید همه. طبق این جدول همه رو یکسان گرم کنیم، یعنی مثلا این نیتروژن و هیدروژن رو 40 درجه گرم کنیم، آب و الکل رو 40 درجه گرم کنیم، فلزات رو 40 درجه گرم کنیم، نافلزات هم 40 درجه. کدومشون بیشتر منبسط میشن یا حجمشون بیشتر میشه؟ روجان خانم و مریم خانم ننوشتن هنوز. فقط علیرضا نوشته. علیرضا 3 مرتبه نوشته، 4 مرتبه. خانم بورسان هم نوشته. آفرین، درسته. مریم خانم منتظر شما. اینجا هم سینا درست گفت. مرسی. بله گازها. این ستون یعنی این. این بغل هم نوشته افزایش حجم. اینجا هم که نوع ماده مونه. گازها بیشتر ممثل میشن. بین آب و الکل کی بیشتر ممثل میشه؟ الکل. بین آلومینیوم، مس و آهن، آلومینیوم. اینا ولی برابرن، نافلزا. تقریبا برابرن. یعنی کاوچو و شیشه و پلاستیک نزدیک به همه. پس اگه من یه سوال بدم به این صورت، سوالها گوش بدیم، کدام یکی از مواد زیر در دمای یکسان بیشتر منبسط می شود؟ یک، آهن. دو، شیشه. سه، مس. چهار، آلومینیوم. علامت گزینه رو بنویسی. تو با دست نشون بده، با دست نشون بده. بیشتر مثلا میشه شن؟ خب ببینیم بقیه چی میگه. بازم اشتباه گفتی. کمتر اون، این کمتر هم بیشتر مال این سمته. شما چند زدید؟ کجا میری خانم بروسان؟ بس زود بیا. برو زود بیا. خانم زاره شما هم بزنید گزینه که مد نظرتونه. کدوم یکی از این مواد تو دمای یکسان بیشتر منبسط میشه؟ علیرضا عوض کرد. آفرین علیرضا. سوالش نخوندی.
مریم خانم منتظر شمایی. روجان خانم رفت که برگرده یه دقیقه. مریم مریم خانم بچون منتظریم. مکنه سب کرده دوستت بیاد. روجان خانم بره برگرده که ما درس ندیم ها. آفرین آفرین. خب همه تون درست گفتید. بچه ها نگاه کنید، دما یکسانه، یعنی آهن مثلا 60 درجه گرم کردیم، شیشه هم 60 درجه، مس هم 60 درجه، آلومینیوم 60 درجه، پس اینا یکسانن. تو جدول نگاه میکنیم این آلومینیوم از همهشون بیشتره، پس گزینه همون میشه گزینه 4. حالا اگه جای این مواد چیز دیگه مینوشتم، نگاه کنید، مینوشتم 1 هوا، 2 آب، 3 مس، 4 شیشه. بعد میگفتم حالا کدامی که از مواد دما یکسان بیشتر ممثل میشه، چی جواب میدادید؟ تو چی جواب میدی؟ عدد بده. شما عدد بنویسید. باریکلا علیرضا. مریم خانم آفرین. روجان خانم اومدی؟ درسته. علیرضا سوال داری بپرس. صداتو بس کن علیرضا. سلام. سلام اینجا. میخواستم بگم آهن که بیشتر رسانای برقه، چرا آلومینیوم آخه؟ نه اتفاقا. نه اتفاقا. نه علیزا. مس و آلومینیوم رساناتر از آهن هست. آها یعنی مثلا چرا تو کابلای برق مثلا آلومینیوم نذاشتن؟ چه فقط مس گذاشتن. آفرین. کابلای برق مس و آلومینیوم میذارن. سیم آهنی برای مثلا بخاری برقی آهن استفاده میکنن. چرت و آلیاژم. نه میگم ولی آلومینیوم استفاده نمی کنن مثل سیمای برق. برای کجاست؟ بله، آلومینیوم. بله، بله، بله. استفاده نمی کنن. چرا؟ چرا؟ سبکشه. سبکشه. هم رسانه هم سبکشه. آه ممنون. این سیما مثل کابلایی که خارج از شهرون کاب فشار قوی ها، اونا آلیاژ مثل آلومینیوم، یعنی هم مس داره هم آلومینیوم. بیشترش هم آلومینیوم به کار میارن به خاطر سبک بودنشه. روجان خانم اومدی یا نه؟ خیلی. روجان خانم این سوالو من تکرار کنم یا بلدی؟ بس شو بس شو اصلا با هم حرف بزنی. خب بگو ببینم. متوجه شدی این ستونا رو؟ بله. کامل؟ بله. خیلی. من یه بار دیگه برای سینا بگم که این چی بود. ببینید ما یه سری ماده داریم تو طبیعت، حالتاشون فرق میکنه. بعضیا حالتشون یکیه، نوعشون فرق میکنه، فلز نافلز. اینا رو یکسان گرم میکنیم. وقتی یکسان گرم کنیم خب جنبش مولکول ها بیشتر میشه دیگه. وقتی جنبش مولکول ها بیشتر شد، چون ربایش بین مولکول های گاز ها کمه، گاز ها بیشتر باز میشن، یعنی حجمشون بیشتر میشه یا به اصطلاح منبسط میشن. از گازا بیشتر از همه مبسط میشن و به ترتیب هم اینجوری اینا رو باید تو ذهنتون داشته باشید، چون تو امتحانات میاد، مخصوصا اگه امتحانات تستی باشه. تو کتاب هست این نمودار، خوشگلتر و رنگیترش هم هست. بریم قسمت آخر. بله بریم قسمت آخر فصل 3. فصل 3 مون امروز ایشالله سعی میکنیم تمومش که کردیم جلسه بعدم یه دوره کنیم و خلاص. ولی بچه تمرین حل کنید. کتاب مبتکران گرفتن بچه ها؟ عکسشون فرستادی براشون؟ خیلی خوب. حالا عکس کتاب مبتکران که گرفتی تستاشو بزنید، بعد اگه سوال داشتیم بپرسید. عکس ریاضی اینجا دو جلد بود؟ نه، آره دو نوعه. بپرس از سید که عکسشو. باز تستیاش هم باز با هم فرق میکنه، همونی که اینجا گرفتن چون معلمتون کار میکنه. جامد، مایع، گاز. ما میتونیم جامدات رو گرم کنیم. وقتی جامد رو گرم میکنیم ابتدا جا
جنبش ذرات زیاد. دوم، فاصله ذرات زیاد. ربایش کم، جامد به مایع تبدیل میشه. به این میگیم ذوب. پس اگر بهتون گفتن، چون تو کتابتون هست، اگر بهتون گفتن آقا ذوب شدن رو با استفاده از نظریه مولکولی بگید، یعنی باید بگی که وقتی جامد گرم میشود جنبش مولکولا زیاد میشه، فاصله بین ذراتش زیاد میشه، جامد به مایع تبدیل میشه. به این میگیم ذوب. فهمیدین؟ اگر گفتن آقا تبخیر را با استفاده از تئوری مولکولی بگیم، میگیم وقتی مایعی را گرم میکنیم به گاز تبدیل میشه، جنبش مولکولا زیاد میشه، فاصله آفرین زیاد میشه، در نتیجه مایع به گاز تبدیل میشه. به این میگیم تبخیر. حالا صبر کن تا اینجا فهمیدین. یه سوال پرسیدم، من اینو جواب بدم یا آخرسر جواب بدم؟ بذار آخرسر جواب بدم. سومیش، گاهی اوقات یه سری مواد مثل نفتالین، مثل یخ خشک. بچه یخ خشک کربن دی اکسید جامده. آبجیش بخریدش بخار میکنه. تو فیلم، تو رستوران ها بعضی وقت دیدید بخار میزنه همینجوری بیرون. خیس نمیشه ولی بخار داره. خیلی هم زیاد. نفتالین بچه ها قدیما یه گلوله هایی بود بو گند میداد. اینو میذاشتن لای فرش و لباسه. از مامان بپرسید احتمالا میدونه. مامان بزرگا که حتما میدونن. آفرین. یه کرمی بود بهش میگفتن بید. فرشای طبیعی. فرشای طبیعی همون دستبافا اگر لوله میکردن میذاشتن یه گوشه ای، اگر توش نفتالین نمیذاشتن اون موقع ها بید میزد. بعد که فرش تابستون سال بعد باز میکردن مثلا میدن از سوراخ سوراخه. یا لباسای پشمی رو میذاشتن تو کمد زمستون که میدن باز میکردن، اگر توش نفتالین نبود سوراخ سوراخ میشد. نفتالین میذاشتن بعد که باز میکردن یک بوی بدی میداد. دو روز بعد تو آفتاب میذاشیم تا بویش بره. من این مادر بابام داشته بازش میکردم بعد از اونجا. آره نفتالین قدیمی ها خیلی استفاده میکردن ولی الان دیگه رسم نیست، چون لباس ها اکثرا شده نایلونی. بعدش هم حشرات دیگه نیستن تو خونه، انقدر لوازم شوینده و اسپرهای مختلف استفاده میشن که اینا میمیرن. نفتالین جامد مستقیما گاز میشد، اون بوش یعنی گاز، یعنی لباس خیس نمیشد، فقط بو میداد. خب موقعی که یه جامد مستقیما به گاز تبدیل بشه، یعنی مایع نشه مستقیم گاز بشه، میگیم فرازش یا تسعید، مثل نفتالین. گاهی اوقات شما تابستونا فریزر رو که باز میکنی، در فریزر رو که باز میکنی یه بخار میزنه بیرون. آیا تو فریزر بخار مگه بوده؟ نه. موقعی که در باز میکنی تفاوت دمای آشپزخونتون با داخل فریزر باعث میشه اون برفکایی که توی یخچال هست تبدیل بشه بخار. یخچال امروزی که برفک نمیزنه، این مارا قدیما بود، مارا زمان ما بود که برفک میزده اینقدر. بعد دو روز تمیز میشه. بله بعد دو روز یخچال رو خاموش بگیم تا آب بشه. کلی دنگ و فنگ داشت. الان نه ولی شیک شیک. یه دستگاه داره بخارا رو میکشه، اصلا نمیذاره برفک بزنه. حالا برعکس. میخوام حالا سردش کنی. سرما. ما حالا بذار فصل بعد بگم که چیزی به نام انرژی سرمایی نداریم. سرد کردن یعنی کاهش دما. منظور اینه. حالا ما میگیم سرما، سردش کنیم. اگر گاز رو سرد کنیم به مایع تبدیل میشه، جنبش ذرات کم میشه، فاصله ذرات کم میشه، گاز به مایع اول تبدیل میشه، میگیم مایعان. مایعان یعنی مایع شدن، کلمه عربیه. اگر مایع رو سرد کنیم، مایع رو آب و بذار تو فریزر، سرد میشه دیگه، جامد. تبدیل میشه به جامد، یعنی به یخ تبدیل شد. چی شده؟ فاصله مولکولا کم شده، جنبش مولکولا کم میشه، مایع به جامد تبدیل میشه، میگیم انجماد.
منجمد شدن، اینم دومیش. حالا گاهی اوقات سب کن آخرشم بکشم برعکس بگیم، گاهی اوقات گازها مستقیماً جامد میشن، گاز یه دفعه جامد میشه، اصلا مایع نمیشه، فرصت مایع شدن رو پیدا نمیکنه، بهش میگیم چگالش. بچه چگالی نه، چگالش. تبریدم بهش میگن، تبرید. تبریز یادمون نمیاد. تبریز، خب چگالش مثل بلور برف. بچه برفی که زمستونا میاد براساس چگالشه. بعضی وقت زمستونا رو شیشه ماشینا یه دونه های برفکی زده که بعضی وقت مجبورید بتراشید تا بتونید راه برید. اون برفک براساس چگالشه. بارون بر اثر میان به وجود میاد. تگرگ بر اثر انجماد. تگرگی که میاد بر اثر انجماده. اینم برای اینکه سینا خوشش بیاد. این آدم تغییر حالته. خوبه سینا؟ کلبات هم داره تو سینا. چشش هم تو داره. خوبه؟ اینم مردمه. عکس بگیرید. سوال دارین سوال کنیم، میخوام پاک کنم. آخرین جمله هامو بگم. گرفتیم؟ باشه، مرسی مریم خانم. سوال ندارید؟ بریم آخرین مطلب. یک چیزی هست تو کتابتون نیست ولی عکسش هست، فقط عکس انداخته، هیچ چیز دیگه نگفته. بهش میگن استثناء. اصل این قواعد مثال یادتونه؟ تقریبا همه مواد وقتی گرم شوند منبسط، وقتی سرد شوند منقبض میشن، یادتونه؟ دو تا استثناء داره، آب و پلاستیک. پاک میکنم، بریم این استثناءه چیه. آقا تا حالا یه بطری آب و پر گذاشتی تو فریزر، چی شده؟ دیگه چی شده؟ آفرین. شما چی می‌نویسی؟ بگو ولی رضا. استاد میترکه. باریکلا. پلاستیک. مثلا می‌خوایم بذاریم تو گرما به جای اینکه بازتر بشه گرم میشه خوشو میگیره. آفرین علی رضا. شما چی؟ استاد. جانم بگو علی رضا. استاد میخوام میشه بگو علیزا بگو بگو علیزا بگو. میخواستم بگم میشه دوباره مثلا وقتی زمان تموم شد و اینا، یعنی همه میخواستم برن دوباره این جدول انسانی رو برامون بکشین، میخواستم عکس بگیریم شما چیزش بگیریم. کدوم جدولی که الان کشیدن؟ بله سینا گرفته برات میفرستی باشه؟ ممنونه. چون دخوام دوباره بریمستم باز خوش در دقیقه وقت میخواهم. تقریبا همه باید وقتی گرم شدن منبسط، یعنی حجم زیاد، و وقتی سرد شوند منقبض، یعنی حجمشون کم میشه. غیر از آب و پلاستیک. بچه ها پلاستیک رو همینطور که علیرضا گفت، وقتی گرمش میکنیم باید منبسط شه، باید حجمش زیاد شه، اما پلاستیک بر اثر گرما کوچیک میشه، حجمش کم میشه، منقبض میشه. میتونید تو خونه انجام بدید. کیسه فریزر رو مچاله کنید به این صورت، بعد اجاق گازتون که روشنه بالاش نچسبونید به این آتیش بگیره بیچارشین، با فاصله نزدیک کنید، بعد ببینین جمع میشه. بله انجام بدید. کوچیک داره میشه، گرم کنید بعد بزرگ شه، پلاستیک کوچیک میشه. حالا استثناء پلاستیک خیلی راحته، اما آب استثناءشو ما چند جا میتونیم ببینیم. یکی همونی که گفتیم، آبو پر کن، شیشه نباشه، شیشه میتره که، پلاستیک باشه بهتره، فوقش پلاستیکت باد میکنه یا پلاستیک ترک برمیداره. پر آب کن. یا یه کار دیگه هست، این کاری که میگم بکنی،
حتما این کار انجام بدید. یه بطری نوشابه کوچیک یا بطری آب کوچیک، آب معدنی، تا اینجا آب کنید. بعد همینجور عمودی بذارید تو فریزر، عمودی. بعد از دو روز بیا نگاه کن چی میشه. میبینی آب یخ زده تا اینجا اومده، تا اینجا بود اومده اینجا. چی شده؟ حجمش زیاد شده. آب بر اثر سرما باید کوچیک میشد اما زیاد شد. برای همینه که لوله های فلزی، بچه ها، لوله های فلزی بازم ماره قدیمه، الان لوله پلاستیکی شده. لوله های فلزی وقتی آب توشون یخ میزد تو زمستون، معمولا لوله هایی که بیرون بودن دورشو پشم شیشه میکشیدن یا یه لنت میزنه، یه کاری میکردن که یخ نزنه. همین کاری کرده. آب یخ میزنه منبسط میشه، به لوله فشار میاره. لوله هم که فلزی بود، فلز هم که بر اثر سرما کوچیک میشه، پس دو طرف فشار میارن به هم. وقتی فشار میارن لوله ترک برمیداشت، گفتن لوله ترکید، سرما این کارو کرد. مکافاتی هم بودا، فشار آب هم کم میشه وقتی یخ بزنه 100%. چون مثلا فرض کن نصفش یخ بزنه مجرا تنگ میشه، پس آب کمتری هم. ما یه بار پلاستیک داشتیم خیلی راحت نترک نمیداشتیم. اما نکته آب رو دقت کنیم، این تیکه رو پاک کنم. آب موقع یخ بستن این اتفاق براش میفته. میگن آب از 4 درجه تا 0 درجه وقتی سرد شود، یعنی موقع یخ بستن. ما میدونیم آب تو 0 درجه یخ میزنه. موقع یخ بستن استثناست، برعکس همه مواد. به جای آنکه حجمش کم شود، یعنی به جای اینکه منقبض بشه منبسط میشود. این استثناء آبه. 4 تا 0 یادتون نره. یعنی مثلا آب 25 درجه بشه 21 درجه، همین قانونه. آب 21 درجه بشه 17 درجه همین قانونه. آب 8 درجه هم برسه به 4 درجه بازم همین قانونه. ولی از 4 بشه 3، به جای کوچیک شدن بزرگ میشه. بشه 2 بزرگ میشه، بشه 1 بزرگ میشه، بشه 0 به نهایت انبساطش میرسه. بعد از 0 چی؟ منهای 1 چی؟ دیگه آب نیست، اون یخه. ما داریم در مورد آب صحبت میکنیم، با یخ کاری نداریم که. به ما چه که آب یخ میشه؟ آب تا 0 درجه وجود داره، پایین تر از 0 دیگه آبی نداریم. البته ممکنه آبتون نمک داشته باشه، اون وقت دیرتر از 0 یخ بزنه. برای همین زمستونا موقعی که یخ میزنه خیابونا چی کار میکنن؟ نمک میپاشن، با شن قاطی میکنن میپاشن که نمکه بیاد اون یخی که زده رو ذوب کنه. شنم که باعث میشه استکاک ایجاد بشه، ماشینا سر نخورن. متوجه شدیم بچه ها؟ اگه شدیم یه بله بنویسی. هر کی هم سوال داره بگه. مریم خواهم عکس بگیر. بله بقیه چی؟ بچه سوال داریم بگید. استاد سلام. ببخشید استاد، میگم فردا آزمون میخواین ازمون بگیرین ساعت 6، هم فصل 3 هست؟ بله 3. آره یک بسته. بله خیلی ممنون. دو بسته ها؟ حالا بهتون میگم ولی دو بسته باید باشه. باز بپرس خام زاری، بچه ها تو واتساپ جواب میدن. باشه دیگه سوال نیست بچه ها؟ قربونم. عریضه جان بگو. خانم بروسان شما میخواد کلاس خارج بگیره؟ خانم بروسان خداحافظ. عریضه جان بگو. مریم خانم خداحافظ. عریضه جان خداحافظ. خدا نگه. سینا جان خداحافظ. علیرضا هستی؟ جونم علیرضا، سوال تو بپرس.
استاد میخواستم بگم این افتین الان عکس اون آدمی زاده رو برای اون میفرستم براتون. باشه شماره تو دارن، سینا میفرسته برای بچه ها، اونم براتون میفرستم. خدا بذاری رضا، خسته نباشین.